بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. با کسب اجازه از محضر جلالت ماب معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان استاد محمد سرور دانش، دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت محترم معارف، پوهنمل عبدالسیر مهجور معین وزارت محترم تحصیلات عالی، معین صاحبان گرامی، وکلای محترم، رؤسا، معلمین، محصلین، فعالین و متخصصین عرصه تعلیم و تربیت، شما را به نخستین نشست مشورتی در مورد نصاب تعلیمی معارف خوش آمدید میگویم. معینیت انکشاف نصاب و تربیه معلم افغانستان مفتخر هست که بر اساس پالیسی انکشافی و استراتژی دهه معارف با حمایت مقام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جلالت ماب دکتر محمد اشرف غنی برنامه امروز را که حاصل زحمات کارمندان این اداره هست را برای انداخته است. ما باورمند هستیم اگر معارف در هر شهر و در هر کشور کمک و حمایت شود تا برای سعادت عظیم خودش عمل کند، آن کشور بیمه خواهد شد. جای خوشبختی هست که امروز معارف شاهد گرد هم آمدن دوستداران خیش در این محفل هست. معذرت می‌خواهم از آن دوستان که علاقمند اشتراک در این برنامه بودند، اما بنابر محدودیت مکان نتوانستیم حضورشان را با خود امروز داشته باشیم. اما تعهد ما بر این هست تا دیدگاه شهروندان و متخصصین تعلیم و تربیت را در عرصه نصاب تعلیمی با استفاده از شیوه‌های متفاوت جمع‌آوری کنیم. بناً صاحب نظرانی که در داخل و یا خارج از کشور علاقمند ارسال طرح و نظریاتشان برای بهبود کیفیت معارف افغانستان اند، از طریق ایمیل و تماس با ما می توانند شریک سازند. و البته اینجا جا دارد تاکید بکنم که شرکای کاری معارف در عرصه نصاب شاگردان، محصلان، معلمین، اساتید، والدین، متخصصین تعلیم و تربیت و جامعه مدنی خواهد بود. معیاری سازی یادگیری طفل هدف و مهمترین عنصر برای رسیدن به این هدف مهم هست و مهمترین عنصر برای رسیدن به این هدف معلم هست. برای به دست آوردن این هدف بزرگ، بلند بردن ظرفیت معلمین و استفاده از تجربه معلمین در بهبود کیفی معارف حیاتی هست. پس عنصر کلیدی معارف کیفی نصاب تعلیمی قابلیت محور خواهد بود. با اغتنام از فرصت در دو بخش مطالب کوتاهی را در مورد وضعیت کنونی و مشکلات نظام تعلیم و تربیت افغانستان و همچنین پیشرفت ها با شما در میان خواهم گذاشت. وزارت معارف با همکاری تکنیکی دفتر یونسکو برنامه اصلاح نصاب تعلیمی خود را به خاطر رفع نگرانی های موجود درباره کیفیت تعلیم و تربیت برای انداخته است که در قالب این برنامه از پیشرفت‌های جهانی در ساحه تعلیم و تربیت استفاده می‌شود. وزارت معارف با در نظر داشت نصاب تعلیمی قابلیت محور و مرتبط به زندگی روزمره با محوریت آموزش فعال و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، ملی و جهانی نقش اساسی در بهبود کیفیت تعلیم و تربیت و افزایش مؤثریت نظام تعلیمی داشته و به عبور کشور از وضعیت فعلی به وضعیت باثبات و پیشرفته و سوق دادن کشور به خودکفایی ما را کمک خواهد نمود. نصاب تعلیمی قابلیت محور هست که ما را برسیدن به این هدف کمک خواهد کرد. حضار گرامی، از اینکه فعالیت‌های وزارت معارف به طور وسیع و فزاینده بوده، اما با توجه به فرصت کنونی من حیث مسئول اجرایی این فعالیت به طور خلاصه گزارش پیشرفت پروسه انکشاف نصاب تعلیمی را خدمتتان ارائه خواهم نمود. برگزاری 8 نشست مشورتی با جوانب زیردخل و شرکای کاری در سالهای 1395 و 1396 برای بررسی وضعیت نصاب تعلیمی فعلی و شناسایی قوتها، ضعفها و فرصتهای بهبود و اصلاح آن. 5 نشست مشورتی در سطح مرکزی و ولایات در شهرهای کابل، هرات، مزار، قندهار و جلال آباد برگزار کردید که در آن نمایندگان والدین، معلمان و مسئولین اداری مکاتب اشتراک داشتند. همچنین 3 نشست مشورتی دیگر با علمای دینی و نمایندگان بخش خصوصی، انجمنهای کارگری و مراکز تحصیلات عالی برگزار گردید. قسمی که از شاگردان و معلمان ما بعداً خواهید شنید،
مهمترین یافته های این نشست غیر کاربردی بودن، حجم زیاد مواد درسی، تکثر مضامین، بروز نبودن محتوای نصاب تعلیمی فعلی و موجودیت اشتباهات در کتب درسی بود. مورد بعدی که توسط وزارت معارف در آن عرصه اقدام صورت گرفت، بررسی اسناد بین المللی تعلیم و تربیت مانند چارچوب نصاب تعلیمی چندین کشور به شمول فنلند، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، مالیزیا، جرمنی، سوئیس، عربستان، مصر، اردن، پاکستان، ایران و هند که کشورهای منطقه و جهان را در بر می‌گیرد بود که برای استفاده از تجربیات آنها در انکشاف نصاب جدید تعلیمی استفاده گرده و طرح بهتر در قالب شرایط افغانستان آماده گردید. مسوده چارچوب نصاب تعلیمی و چارچوب قابلیت‌های زندگی برای نهادهای آموزشی که زیر مجموعه این معینیت میباشد تهیه گردید. نوید خوش دیگری که برای خانواده معارف افغانستان داریم این هست که مفردات و کتب درسی مضامین زبان پشتو و دری از صنف اول تا سوم با همکاری پروژه اطفال افغان میخوانند تهیه و تطبیق تجربوی آن را در 4 ولایت به پایان رسانده و کتب درسی زبان دری و پشتو برای صنف اول الی 3 آماده تطبیق سراسری از سال 1399 می باشد و این برای اولین بار هست که کتاب های درسی ما با چنین ویژگی ها و با کیفیت بالا عرضه می گردد. بزرگترین نقصه کار در نصاب تعلیمی فعلی ما موجودیت اغلاط املایی و انشایی فاحش و یک دست نبودن روش املایی پشتو و دری بود که خوشبختانه مسوده رهنمود املای پشتو و دری و رهنمود طرح و دیزاین کتب درسی را نهایی ساخته و همچنان مسوده عمل اول مفردات درسی اکثر مضامین را مطابق چارچوب نصاب تعلیمی قابلیت محور و مشورت متخصصان بین المللی و داخلی تهیه کردیم. مورد مهم و حیاتی برای معارف افغانستان دستاورد دیگر تحت عنوان انکشاف سند ملی چارچوب ارزیابی تعلیمی با همکاری شورای تحقیقاتی تعلیمی استرالیا و یونیسف می باشد. این اقدامات باعث تحول و تغییر وافر در پروسه یادگیری شاگردان گردیده و بزرگترین دستاورد معارف در راستای بهبود کیفی تعلیم و تربیت است. برای اولین بار طرح استفاده از روش استاندارد تدریجی و کیفیت محور را در راستای تجدید نصاب تعلیمی به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده که توسط مقام عالی منظور گردید. یکی از عنصر مهم این تر تطبیق آزمایشی و یا تجربوی کتاب‌های درسی برای اولین بار در افغانستان هست. کتاب‌های درسی جدید پس از تطبیق آزمایشی و رفع اغلاط املایی، انشایی و محتوایی با مشورت با متخصصین داخلی و خارجی کتاب‌های با کیفیت خواهد بود که اطمینان از پایداری آن همچنان بر دهه معارف خواهیم داشت. البته بر بعد از دهه معارف همچنان. معارف دوستان عزیز اجازه بدهید با یک کلام کوتاه جان مایه نصاب تعلیمی افغانستان را خدمتان واضح بسازم. دورنمای نصاب تعلیمی وزارت معارف این هست که هر زن مرد و افغان مسلمان اندیشمند و دارای روحی وطن دوستی، همدیگر پذیری و وحدت ملی می باشد. نصاب جدید معارف قابلیت محور بوده و در نصاب تعلیمی قابلیت محور شاگردان یک سری توانمندی های کاربردی را برای زندگی سالم فردی، فامیلی و اجتماعی به دست می آورند که محورهای اساسی و مورد توجه آن در چارچوب نصاب تعلیمی عبارتند از قابلیت های مدیریت خودی، تفکر نقادانه، ابتکار و نوآوری، حل مسئله، مفاهمه، همکاری و یادگیری چگونگی یا مختن آن می باشد که شما در تصویر به وضاحت آن را مشاهده کردید. از این رو چارچوب نصاب تعلیمی 3 ساحه نصاب شمول را پیشنهاد می کند. آموزش صلح و شهروندی، آموزش پایداری محیط زیست و آموزش کارآفرینی و یا انترپرنورشپ. همچنین چارچوب نصاب تعلیمی جدید بر اساس اصول علمی تعلیم و تربیت و تجربیات بشری و با در نظر داشت مشکلات و چالش‌های خاص آموزش در مکاتب کشور ویژگی‌های آموزش مؤثر زیر را پیشنهاد می‌کند: رشد همه‌جانبه طفل، آموزش فراگیر و عادلانه، ارتباط به زندگی روزمره، آموزش قابلیت محور، یادگیری فعال، یادگیری مشارکتی، ارزیابی مستمر شاگردان.
یافته های اخیر این معاینات نشان می دهد که ما برای انکشاف و تطبیق مؤثر این نصاب تعلیمی موارد زیر را لازمی و پیشنهاد می داریم. ارتقای ظرفیت وزارت معارف در انکشاف نصاب تعلیمی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی، مکاتب خصوصی و متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسان، نویسندگان ادبیات کودک و جامعه شناسان در پروسه انکشاف نصاب تعلیمی می باشد. ارتقای ظرفیت معلمان، سرمعلمان، اعضای مسلکی و مدیران برای تطبیق مؤثر نصاب جدید. اصلاح اسناد تقنینی و پالیسی های وزارت معارف با در نظر داشت مقتضیات نصاب تعلیمی جدید. آگاهی عامه در مورد نصاب تعلیمی جدید معارف. نوید خوشه که در راستای اقدامات ما برای سال 1399 در راستای نصاب جدید داریم، لغو مضامین فرعی از نصاب تعلیمی مکاتب می باشد که البته تمام صنوف شامل این برنامه می باشد و تمرکز روی مضامین اساسی و تطبیق نصاب زبان دری و پشتو برای صنوف اول الی سه از سال جدید تعلیمی هست. از اینکه برای اهداف مقدس و کارای معارف کشور پا به گوش بودید یک دنیا سپاسگزارم و امید دارم با همکاری همه جانبه ملت معارف پرور افغانستان، اهداف که از آن تذکر به عمل آمده هست روز برسیم و ما باور داریم که یگانه کلید بیرون رفت آینده افغانستان سرمایه گذاری روی معلمان و شاگردان این مرز و بوم هست. در پایان جا دارد از همکاران ما که در این عرصه در برگزاری این نشست ما را همکاری کردن و همچنان نهادهایی که بر ما همکاری کردن از اونا ابراز سپاس و امتنان بکنم. از همکاری اداره محترم یونسکو که تمویل مالی برنامه سی روزی ما را داشتن و همچنان از مشاوریت ارشد مقام ریاست جمهوری در امور فناوری دکتر سبسمی حامد در تهیه کلیپ و در تهیه مواد آموزشی بر ما کمک کردن و همچنان از آقای معروف مدقق که در طرح و دیزاین مواد بر ما کمک کردن از ما ابراز سپاس و امتنان داریم و جا داره که معلومات بیشتر در مورد نشست سی روزی مشورتی در مورد نصاب تعلیمی بتیم که امروز ما شما شاهد افتتاح این نشست مشورتی هستیم. قسمی که در صحبتهای خود همچنان قبلا تذکر دادم، اسناد نصاب تعلیمی جدید آماده هست و نیازمند ای بود که ما این اسناد با متخصصینی که خارج از معارف تخصص دارند در عرصه تعلیم و تربیت با اونا شریک و همچنان بحث‌های کلان پالیسی را که ما به او نیازمند بحث‌های تکنیکی تر و تخصصی تر بودیم، مانند ادغام مضامین اجتماعی، ادغام مضامین ساینسی، موضوع رشته بندی یک موضوع کلان هست که ما در اونجا تفاوت دیدگاه ها و نظریات را همچنان داریم و همچنان آموزش مضمون IT و آموزش زبان انگلیسی. این از جمله می خواهیم که یک اندازه صدای دلخراش آمد. این بحث ها بحث هایی هست که وزارت معارف نیازمند از این هست که قسمی که قبلا هم تذکر دادم متخصصین عرصه تعلیم و تربیت را در قسمت تصمیم گیری های به سطح پالیسی فرا بخونه و هدف این نشست مشورتی سی روزه همچنان همین هست که شاهد افتتاحی برنامه امروز هستیم و این نشست مشورتی به دو روز دیگه همچنان ادامه پیدا میکنه که فردا و پس فردا هست. برنامه روز دوم و سوم تقسیم متخصصین به گروپ های مختلف هست که در او گروپ ها روی پالیسی های کلان نصاب تعلیمی بحث تکنیکی صورت خواهد گرفت و البته هدف همی هست که نظریات شهروندان را ما در نصاب تعلیمی جدید داشته باشیم و بعد از اینکه نشست سه روزی ما تمام میشه، تیم ما بالای یافته های گروه های تکنیکی و کارگروه ها بیشتر کار میکنن و او را در قالب یک پالیسی بریف رپورت همراه همگی شریک ساخته و مطمئناً ما در تصمیم گیری های پالیسی در او عرصه ها از نظریات شما و از یافته های گروه های تکنیکی که در دو روز کار میکنن استفاده خواهیم کرد. آرزوی موفقیت دارم بر همگی و بر اعضایی که بالاخره در دو روز آینده با ما کار خواهند کرد. امیدوار هستم که بحث‌های مثمر و سازنده‌ای داشته باشیم و از نظریات شما به شکل مستمر
ما استفاده کرده بتانیم. البته قابل یادآوری میدانم که این نشست مشورتی ما ادامه پیدا میکنه، چون بحث نصاب تعلیمی بحث ساده نیست، بحث مغلق پیچیدگی خود داره و همچنان یک پروسه طویل مدت هست که نیازمند مشورت های تخصصی و تخنیکی از تمام عرصه ها در به شکل مداوم خواهیم بود. و البته اگر این نشست ما موفقانه سپری شد، برنامه بعدی ما این خواهد بود که ما این نشست مشورتی را بتانیم در سطح زونها برگزار بکنیم، تا این که بیشتر ما نظریات شهروندان را از تمام کشورهای دیگر همچنان ما بتانیم که در عرصه نصاب تعلیمی جدید ما با خود داشته باشیم. آرزوی موفقیت میکنم. روز همه شما خوش و سلام.